نام خداوند بخشنده و مهربان. با عرض سلام و محبت خدمت همه شما بیننده عزیز تلویزیون آریانا، یک بار دیگر سال 1400 برای همه شما خوبان تبریک و تهنیت عرض می کنم. خدا کنه که سال خوبی را آغاز کرده باشید. به سلسله گزارش های ویژه نوروزی امروز آمدیم به تفریگاه تخت سفر تا آل و هوای تجلیل از سال نوره برای شما از طریق این گزارش منتقل بسازیم. امیدوارم که تا پایان گزارش با ما همراه باشین. در آغاز گزارش تشکری میکنم از عزیزایی که در ویژه برنامه ما اشتراک کردن و در واقع ویژه برنامه دیدن. امیدوارم که پسندیده باشین و پوزش میخوایم از عزیزایی که پیام برای ما ارسال کردن ولی کمی برای ما دیرتر پیام خو ارسال کردن و نشد ما پیام های اینا رو پخش بکنیم. انشالله وعده میدیم که در ویژه برنامه عیدی و سایر وقتها به خیر به موقع پیام شما رو بگیریم و اونا رو هم منتشر بکنیم. امیدوارم ناراحت نباشن بیننده های عزیز ما از این مسئله. خب بفرماییم بریم خود شما به جای مختلف تخت سفر. من ابتدا معلوماتی بودم، تخت سفر شهر باستانی هرات در واقع از تفریگاه بسیار قدیمی و تاریخی این ولایت که فلسفه بسیار جالبی هم داره. درخت های سر و ناجو زیبایی خاصی بخشیده و در مرتفع ترین نقطه شمالی هرات واقع شده و هراتیان از سالهای دور مراسم های ویژه خود در این تفریگاه و این پارک در واقع انجام میدن که خوشبختانه امروز هم که روز اول سال هست ماشاءالله مردم کم کم دارن میاین. مطمئن هستم که شلوغ‌تر هم میشه. ما آغاز صبح را آمدیم به اینجی و رفته رفته مردم در حال آمادن هستن. خب در مناسبت های نوروزی خب معمولا چیزی که فرهنگ در جامعه ما چی در عید چی در سال نو، مردم میاین تخمه میگیرن و آجیل و همچنان تخمرغ جوش داده که فرهنگی که یک سرگرمی انجام میدن، تخمرغ جنگی میکنن در واقع و لذت میبرم و به فراموشی میسپارم دغدغه‌ای که در واقع روزمره داشتم. سلام الله، خوبی؟ سال نو تو مبارک. سال نو شما مبارک. سلامت بشی. اسم تو چیه؟ میرویس. میرویس جان چیکار میکنی؟ چرخ چپس دارم. خود چرخ چپس. این هم از شما نه؟ یعنی از این رفقامانه. خیلی خوب. سال نو شروع شده که از صبح چند نفر خرید کردم از تو؟ به من 10-15 نفر بیمانه خرید کردم. امروز دیگه باز تا بعد از ظهر شلوغ‌تر هم میشه نه؟ تا شما در شلوغ ده تا یک بیجا شو ببینجا هستن دیگه. یک بیجا شو. دیشب هم شلوغ بود؟ دیشب خوب بود. خیلی شلوغ نبود بازم. امروز و سبا دیگه باید خیلی شلوغ. آره دیگه من سه روز درست کردم شلوغ تا 13 بعد. آرزو تو چیه برای سال 1400؟ والا آرزو من اینه که سال صبح من افغانستان بیای دیگه. الهی که بیای و تو که جوانی به خیر سال خوبی داشته باشی. سال شما بخیر. سلامت باشی. برای اینکه ما اینو بچه های بادغی سیر استاد کنیم و با اینا صحبت کنیم بسته که سلام لالا خوبی؟ سال نو تو مبارک. سال شما مبارک. بخیر. سلامت بشی. اسم تو چیه؟ ایدی محمد اولاد بادغیس. ایدی محمد که رفیقاتو؟ لالا خوبی؟ عیدت میگم عید تو مبارک. سال نو تو مبارک. از شما همچنان مبارک. سلامت بشی. چی حال داری؟ خوب باشم. زنده باشی. امکانی هستم یک اجرای مقبول بادغیسی برای بیننده ها مادیشته بشه که دل نشاط شه؟ بله ها بله ها. خب بیایم که خود شما یک جای بیتره بریم. چی گفتیم؟ کجا بریم؟ شما چی مشوره؟ هر جایی که میشه بریم. خود شما او طرف بچه ها بریم باشه و بریم. شما کمی او طرف تر بریم که ما به کار خوب برسیم. دیگه ازدام در آمدم طبیعتا بیشتر میشه. خب میریم خود شما داخل همی سبزه ها میشینیم. یک اجرای بادغیسی گوش میکنیم که بچه های دورگردی که در واقع در اینجا هستن و موسیقی میکنن خود شما لذت ببریم. بیایم چوکی بگذاریم برای خو ایران بگیریم. ایران بگیریم. خب خب چند وقت میشه که موسیقی بادغیسی میکنه؟ آره یک دو سال میشه این کارم. دو سال میشه؟ بله. بسیار خوب. که دو خونده نمیخونیم بریم آهنگ نوروزی هم بلده؟ یک آهنگ نوروزی بخونیم. خوبه؟ ما هم میشتمیم.
کی میایه وای ز غم پر گشت جگر تو وای کی خیات جگر دست کی میایه ای گلی آن دوی ما سی بزر جل دوی ما قل خدا پال دوی ما کرده شدایه قل خدا پال دوی ما کرده شدایه چک چک کنیم. چقدر عالی، چقدر عالی، چقدر فوق‌العاده. خدا کنه لذت برده باشیم که در این روز اول سال فوق‌العاده است موسیقی وطنی خود ما و بچه های عزیز بادغیس. یک پارچه معروف بادغیسی دیگه هم برای ما امکان هست اجرا کنیم؟ بله. اما آهنگ خیلی مشهور بادغیسی. بله بله. بریم میشنویم. شهرشی بگم بایی بلا داره بری چای نکو قندالیر بیاره بری لیلای خندالیر بیاره اگر لیلای خندالی نیامد برو یک شب کمی مالی بیاره گندم گل گندم خدایا دختر مال مردم خدایا دختر مال مردم خدایا به به کف بزنیم به افتخار اینا.
تشکر، خیر بینیم. خانه آباد، دست شما درد نکنه. سال نو خیلی خوبی داشته باشین و باشه که برای شما سال نوی هم بودم. تشکر، ممنون شما، سلامت باشین. خب چقدر عالی بود، لذت بردیم و فوق‌العاده بود. اینجی یکی از دوستای عزیزی داریم که کارهای نرمه خیلی دوست دارم، از رفقای خیلی قدیمی مانن، مرتضی جان ایراتی. سلام، سال نو شما مبارک. خوبه؟ تشکر، زنده باشین، سال نو شما مبارک. سلامت باشین، ممنون شما. حتما مثل ما آمدیم که یک چیزی ثبت کنیم از این روز. خوب، یکی از اتفاقاتی که خواسته و نخواسته همه شادن و ما دنبال هستیم دقیقا همین نوروزه. آمده ببینیم که چی خبره، چی کار میکنن و یک چیزی، یک پیام خوشی ثبت کنم در شرایطی که خبر منفی همیشه فراوان، خیلی زیاد متاسفم. و این لحظات خیلی غنیمته. بله بله. بسیار خب مرتضی جان، سال 99 چگونه به پایان رسانده؟ حالا برای همه میشه گفت یکسان بود. محدودیت ها، مشکلات و مسائلی که ما داشتیم و یک سری چیزا هم برای کل دنیا بود، یک سری چالش ها. به طور کل میشه گفت درسی بود، یک اتفاقی بود که برای ما در این شرایطی که داریم بتونیم یک مقدار سفت و سخت‌تر بتونیم زندگی کنیم، یک مقدار آزمون بیشتر باشه برای ما. بدون شک سال 1400 و آغاز قرن جدید، چقدر خوشبینیم که صلح بیاید به کشور و اوضاع بر وفق مراد باشه. اولا که سال بعد سال اول قرن جدید نیه، سال آخر قرن 14. البته خیلی اختلاف به سال. نه، دودستگی به حساب وجود داره که خب 1400 تکمیل میشه که سال با 1401 میگم قرن جدیده، ولی ختم 13 میگم پایان یک قرن. حالا میگذاریم از این بحث. سال 1400 و اتفاقای صلح، نمیفهم، من خیلی خود درگیر مسائل سیاسی نمیکنم، نه دانشی بو اندازه دارم. اگر بگم خیلی امیدوارم، نه متاسفانه، ولی بازم خوشبین هستم، بلکه بشه حداقل یک این توافق اگر به صلح نمیرسه یک رقمی بشه که مقدمی بشه برای صلح، او چیزی که ما همه سالهای به انتظار هستیم. در جنگ به دنیا آمدیم، لااقل حداقل صلح شاهد باشه. در جنگ نمیریم. در جنگ نمیریم. خیلی ممنون مرتضی جان، موفق باشیم، پیروز باشیم. انشالله که لحظات خوشی و صلح و آرامش همیشه ثبت کنیم. خودی دوربین خوب برای جان نشون بده. دنبال خوشی میدویم ما، بلکه ثبت کنیم. امید به خدا. ممنون شما، زنده باشید. حالا خوبی داشته باشیم. تشکر. خب ما بریم جلوتر و حالا هوای ملل نشون این کاکا جان اینجا خودت تفلک اومدن. سلام کاکا جان، خوبه؟ علیکم. خوبی جان شما جوره؟ خوبی، سلامت باشیم. سال نو شما مبارک. سال نو شما مبارک، زنده باشیم. سلامت باشیم، تشکر. دخترک شما نه؟ من خوب نواسه من. نواسه شما؟ علیا. چند تا نواسه دارین؟ دو تا مال خدا، یکی یکی دو تا مال نواسه. اومده ملل دیگه؟ بله، اینا رو آوردیم رو چفری آوردیم. بسیار خوب. چند سال میشه که سال نو شما در تخت سفر تجلیل میکنه؟ والا اگه حقیقت بگم امسال اومدم. امسال اومدم. قبلا به کجا بود؟ قبلا من میرفتم و وقت قدیم و میره ولنگ بلای دیگه جو بلا میرفتم. از کدوم ولی سفلی؟ از دروازه راق میشینی. بسیار خوب. چی برای چاش پخته کردیم؟ برای چاش کردیم اومدی دیگه تو نگرفتی دیگه ما کو. همین تو یادم به چای چیز میزی از می جیبی. آه از می جیبی میگیرم شا. بسیار خوب. آرزو شما برای سال 1400 به عنوان شهروند افغانستان چیه؟ آرزو ما همینه که خدا آرامی بده. فهمیدی؟ آرزو ما همینه دیگه، خدا آرامی بده که فهمیدی من تو جوانا بیام، به میله بیام، بی غمی باشه، فهمیدی؟ همین زنده باشی. بیشک. و ایر بگیم که شما وقتی به سن ای نواسه خوب بودیم، نوروز به ایرات اشته تجلیل میشد. اون وقتا قدیم نوروز خوب بود، فهمیدی؟ میله بود، همه جمع شدم، میرفتم میله میرفتم. فهمیدی؟ وقتا قدیم سال فرق میکنه. وقتا قدیم خوب بود. یعنی به خود 4 تا 10 تا نیم پخته میکردم، قلیف میکردم، میرفتم میله ولنگ بیدم. انجه خیمه زده بود. میرفتن میله ولنگ تا مشکم میجودم بود. نماشون پس میامدم میرفتم به خونه خود. میله میشتم. مریم. تشکر. زنده باشی. خب سبزه بهار
خوشحالی، موسیقی، غذای و صدها دلخوشی دیگر برای مردم هرات که امروز هم گرد آمدن و تجلیل میکنن از سال نو و ای که لذت میبرم از این سال. بریم خود شما تخت سفر رو نشون بدیم به شما و خاطرات رو تازه بکنیم. این جمشون این تخم مرغ است و یک تخم مرغ جنگی نکنیم. چی میگیم شما؟ لالا سلام، خوبی؟ خوبی بخیر. نام تو چیه؟ نام رضا. رضا جان از کجایی؟ بادغیس. بادغیس. تخم مرغ از تو نه؟ آه. دونه چندی؟ دونه داریم. چطور کاروبار از صبح چند تو فروختی؟ 20 روپیه داره فروختی. 20 روپیه داره؟ بله بیشتر میشن بگنی؟ آه خوبی. سال نو چی گونه آغاز کردی و چی آرزویی داری برای سال جدید؟ خوب سال نو. تشکر از تو. خوب اینجا دیگه ما مزایمت رو همچنین داریم. شما میشه ببینیم تصویرهای از او بخش که خانواده ها و مردم در واقع در حال تصفیه و میله هستم. ما هم میریم به شهربازی و ببینیم که به شهربازی چه خبره. شهربازی هم داره شلوغ و شلوغتر میشه و اوضاع شهربازی هم برای شما به تصویر میکشیم. با ما همراه باشیم. آمدیم به شهربازی تخت سفر که قبلا هم آمده بودیم و به مناسبت سال نو هم اینجا آمدیم ببینیم که اولو هوا چگونه. سلام، صبح بخیر، خوبین؟ شکر شما خوبین. سلامت سلامت باشیم. نام شما؟ سال نو شما مبارک. به نام یاد خدا امیر حسینم. سال نو شما مبارک. خوب خوش باشیم. سلامت باشیم. چگونه بوده از صبح استقبال و کی شلوغ‌تر میشه؟ دیگه استقبال دوستا زیاده، زیاد میان اینجا و انشاءالله بازار گرم. بسیار خوب، تشکر. تشکر. ما اجازه داریم وارد بشیم؟ خب سلام کاکا جان، صبح شما بخیر. خیره، شکر. سال نو شما مبارک. تشکر، شما مبارک باشه. سلامت باشیم. اسم شما چیه؟ محمد کریم اسم من. محمد کریم جان، چی مصروفیت داریم؟ فعلا چند سال بیکارم. بسیار خیلی خوب. امروز اومدیم که سال نو حتما تجلیل کنیم. خانواده اومدیم به سال نو تجلیل کنیم دیگه. و دیدن خانواده رو بردیم چکر بزنم. بسیار عالی. سالهای قبل هم سال اول سال می اومدیم به تفریح؟ بله، هر سال می هر سال به تفریح می خانواده رو خود می. بسیار خوب. مردم ایراد چگونه به استقبال سال نو میرن؟ به خاطر سال که نو شه بود همراه خانواده ها هر کدوم به یا به کوه میرم یا پارک ها میرم، جاهای تفریح تفریحگاه ها میرم. هم خانم رو خواهی خواهی چکر میرم. بله، بسیار عالی. البته میتونیم پاسخ بدیم میتونیم پاسخ ندیم به این سوالی که از شما میپرسم. چگونه به شما این مشکل پیش آمد؟ مشکل دیگه من قبلا صاحب منصب بودم. از پا ما میگیم این انفجار رو کرد، پا ما را قطع کرد. آخه خدا خیر نده ای دشمنای وطنه. افتخار ما هستیم، قابل حمایت و دست شما رو میبوسیم. سلامت باشیم. سلامت باشیم. آرزوی شما به عنوان یک کسی که در نظام هم کار کردیم برای سال 1400 چیه؟ چقدر خوشبینیم که به خیر صلح بیاید به کشور. بله، ما خواهم همیشه طرفدار صلحیم. خونریزی برادرکشی از بین برو، بالاخره مردم به فضای آرام زندگی کرده بتونن و ما میتونیم بگیم. بله، بسیار عالی. تشکر، موفق باشیم. سلامت باشید. آقای حسن زاده، آقای حسن زاده عزیز سلام، سال نو شما مبارک. قربان، چی حال دارین؟ از اونجا دوربین شما رو داره، بگیم سلامی بکنیم برای بیننده ها. ما اونایی که مخصوصا به خارج از افغانستان، ما هزاران بیننده داریم که میبینم و مطمئنا اقوام شما هم همین لحظه گزارش رو میبینن. پیام نوروزی شما. سلام و عرض ادب داریم خدمت تمام همشهریان، چه در خارج و چه در داخل کشور. به سال نو آرزو میکنم سال خوب و خوشی داشته باشم، سال همراه با امنیت و آرامش. به تشکر میکنم از شما که میایم خبر میگیریم از محیطای تفریح ما و گزارش تهیه میکنم. سلامت باشیم. آدمایی که برای مردم شادی میآفرینن، با تمام مشکلات میآیند، میلیون ها افغانی سرمایه گذاری میکنن برای از اینکه مردم شاد باشن با تمام چالش ها. ما همیشه اونا رو دوست داریم و حمایت میکنیم. آقای حسن زاده هم از او دست آدمایی هستند که در سالهای اخیر واقعا در قسمت ایجاد فضاهای تفریحی در شهر ایراد نقش بسیار به سزایی داشتن و این شهربازی و مجموعه مسئولیتی رو دوش دارن. از این بگیم که فکر کنم تا شوم دیگه اینجا سوزن نتونیم بندازیم.
والله ببینیم مردم استقبال میکنه، ولی هنوز زود، هنوز خود شما متوجه هستیم که خیلی جمعیت نیامده، شاید بعد از ظهر باشه. پارسال که ایام کرونا بود ما خیلی متضرر شدیم. انشاءالله خداوند بزرگ، بازم هر چه قسمت باشه همون میشه. ما آماده خدمت گذاری هستیم به همشهریان خو، شب و روز خود ما سعی میکنیم، تلاش میکنیم محیط خوب درست کنیم، محیط همراه با آرامش، همراه با شادی برای همشهری ها آماده کنه. سلامت باشین. آرزو پیام شما برای سال 1400؟ آرزو میکنم که همه مردم آرزو دارن که فقط امنیت باشه، آرامش باشه. مثلا وقتی آرامش و امنیت بود حتما اقتصادم هست، وقتی آرامش و امنیت نبود متوجه باشیم نه تفریح وجود داره نه اقتصاد وجود داره و همه مردم در استرس به سر میبرن. بدون شک. تشکر زیاد. امیدوارم که سال 1400 دیگه جا نباشه به داخل ازی کاروبار شما رونق بگیره و ضررهایی که در دوران کرونا کردیم اونام جبران بشه. سلامت باشیم، هر چه خدا خواهد همون شود. ممنون شما. سلامت باشیم. خب سلام، مصاحبه میکنه؟ یک پیامی از نیرو امنیتی میتونیم داشته باشیم؟ سلام عامر سید. خوبه؟ سال نو شما مبارک. همچنین به شما و تمام باشندگان ولایت هرات، به تمام مردم افغانستان، به تمام مردم رنجیده این ملت، به همه گیر تبریک میگم. لبخند خوشی و خوبی به لبای نو باشه. سلامت باشیم. نیروهای امنیتی ما قابل حمایت و ستایشن و در هر شرایط مردم بر کنار اینا بودن، چون ای عزیزا به خاطر آرامش ما خون میدن و شب و روز در سنگرهای داغ نبرد هستن. من مایم با یک بغلی که از شما بگیرم از شما تشکری کنم. سلامت باشید. قابل حمایتیم. پیام شما برای سال 1400 مخصوصا برای کسایی که آرامش مردم ما رو بهم میزنه چیه؟ پیام ما اینه برای تمام کسایی که به خلاف از دولت، به خلاف از ملت و نظام برخواستن، تبلیغات، شایعات، ما پیام برای از اونا اینه که بیاین پیامی پیوند صلح به خاطر سال 14000، یک صلح آرامی، آرامش. بسه که همین نماینده ما با کشورهای خارج میرند و میبینند و سعی میکنند، میخواییم که همون چیز برداشت تجربه که میبینند کشورهای دیگه به چی حالت رسیده، چی جا رسیده، ما به چی حالتیم، به چی جا، حتی ما به هیچ نداریم. بعد اونا مو یک تجربه، یک برداشت بشه که افغانستان به مو آرامش و آسایش و پیشرفت برسونند. ما یک پیام داریم به تمام نیروها، به تمام کسایی که به خلاف دولت، به خلاف نظام برخواستند. ما پیام امونه که بیاین در آغوش هم به یک صفا زیر چتر صلح، صفا و آرامش به خاطر کشور خود، به خاطر پیشرفت کشور خود دست به دست هم بدیم. او هم برادرمونه، ما هم برادر از اونیم، همه یکیم. پس چی بهتر که همه در پلوی هم بروی یک دسترخوان ششته و صلح و آرامی را در وطن خود ما جاری بسازیم. سلامت باشه مامیر صاحب. خداوند شما حفظ کنه. با آرزوی صلح ای که دیگه شما بالا کسی حتی یک گلوله شلیک نکنیم و بلکه همدیگر را به آغوش بگیریم و گل پرتاب بکنیم مترفان. انشاءالله امید هست، امید داریم. انشاءالله صلح پایدار، صلح امنیت، صلح آرامش به افغانستان می آید. انشاءالله آمدنی هست. سلامت باشه. تشکر. ممنون شما. اینجا دسته دسته فامیلا می آیند و اطفال نازنین ببینیم که لباس وطنی پوشیدن با خانواده های خود می آیند و شهربزی دیگه نام خدا از مال امون رنگ روی نوروزی خور گرفته، چون واقعا نوروز هست. اطفال نازنین می بینیم که در چه یک فضای خوبی در حال سرگرمی هستند و به همین شکل این فضا هم خو ماشاءالله عموت شلوغ زیبا و در این حال ای سوال و جوش و خروش و فراموش کردن غم و درد و رنج واقعا برای ما هم لذت بخش هست و آرزومندیم که انشالله تداوم طولانی داشته باشه صلح در افغانستان، آرامش در افغانستان و همه عزیزای ما روزی بتونن برگردن به کشور و در این فضای خوب زندگی بکنن و شرایط رفته رفته ایدئال و فوق‌العاده بشه. فقط خیلی کوتاه پیامی هم اگر بشه از این قسمت بگیریم و گزارش خود هم کم ختم بکنیم. صدای موزیکم شدیدن بالایه و اینجا اطفال ما مصروف سرگرمی هن و
خانواده ها میجی جا به جا میشن و در حال میله و سرگرمی و تفریح هستن. گزارش خود ختم میکنیم، گزارش ویژه نوروزی خود از سال نو و تخت سفر زیبا و این چرخ و فلک زیبایی که همه خاطرات دارم با او. برای شما بهترین های دنیا را آرزو میکنم. امیدوارم که ایام بر مخف مراد شما باشه در هر کجای دنیا که هستین، در واقع لذت ببرید. گزارش اگر دوست داشتیم حتما برای ما کامنت بگذاریم و پیام های شما را حتما میخوانم. بهترین ها را برای شما آرزو دارم. خداحافظ و نگهدارش.